آقای ابراهیم رستمی از نیروهای سابق سپاه پاسداران و تهدید میکنه که ما بمب اتم درست میکنیم فلان میکنیم البته ویدیوش هنوز کامل بیرون نیومده این تیکه به صورت تیزر بیرون اومده من از روی تیزر میخوام قضاوت کنم صحبتاشونو گوش کنید یعنی کسی که تونسه اورانیوم 60 درصد غنی کنه یعنی کسی که تونسه اورانیوم 60 درصد کنه بارا. مطمئن باش که بعدیش هم حتما عراق داشت تمام شهر ما رو موشک وارون میکرد ما موقع زاد یه موشک شیلی کنیم اولین موشکی که من زدی من یادمه خورد تو بانک رافده شانسی هم خورد سه تا کشور مجهز به سال هسته ای هستن به کشور هسته ای حمله کردیم این به این سادگی نیست موشک داشتنش یه بحثه جرأت زدنش از یه خب میگه حالا ما حمله کردیم به اسم ای این که داریم یه بحث زدنش هم جرأت اون جرأت نمیخواد حماقت میخواد که زدی حالا میبینی بابت موشکایی که سمت استی زدی البته شما میزدی نمیزدی هم راهی نداشتی شما بابت سیاستای غلطتون تو ریل براندازی افتادید متأ به نظر من تسریعش کردی این جرأت رو میتونم بگم تو دنیا خیلی کم پیدا میشه کسی داشته باشه جرأت میخواست عین الاسد زدن جرأت میخواست عین الاسد زدن خاکاشو زدن مارمولکاشونو کشتن بیچاره مارمولک ها همه هیرون شدن <applause> جرأت میخواست واقعا جنگ روسی اوکراین چیه این جنگ در جهت منافع ما میتونه باشه یعنی برد روسیه منافع ما رو تامین میکنه قطعا دلوقتي. اینجوریه ساده به نظرتون عملیات بعدی صادق خب میگه برد روسیه هم منافع ما رو تامین میکنه و اینا به خاطر که نگاهی میاد که فکر میکنن که شریک راهبردی روسیه هستن چون این نگاه وجود داره اینجوری فکر میکنه البته خب برد اوکراین بر اینا قطعا دستاوردی نخواهد داشت ولی در مورد پیروزی روسیه اینا چون فکر میکنن شریک راه بردی روسیان چیزی بهشون میماسه روسیه ای که همین الان یه جورایی دستش زیر ساتور جمهوری اسلامیه به خاطر کمبود پهپاد و موشک و اینا که از اینا میگیره با این وجود سه مرتبه در یک سال و نیم گذشته جزایر سگانه رو از آن امارات دونسته و آقای لاوروف اینا رو سنگ رو یخ کرده نه یه بار نه دو بار سه بار و حتی در مورد دالان زنگ زور و جاده گوریسکاپان هم موزه گرفته روشن علیه منافع ملی ایران و این سردار احمق آقای رستمی فکر میکنه که اگر روسیه پیروز بشه چیزی به ما میماسه البته اگر اوکراین هم پیروز بشه چیزی به ما نمیماسه بس پرسا اینه که شما خاک برسرا چنان واقعا شاهکاری چنان سیاست ورزی کردید که هر اتفاقی بیفته هر احتمالی که به وجود بیاد تو دنیا ما بازنده واقعا یه شاهکارا برای همین من میگم اینا ایران برباد بده هستن شما یه جا قمار میکنی قمار پنجا پنجا سیگه یه درصدی یه احتمالی برای پیروزی داری جوری سیاست ورزی کردن که هر اتفاقی بیفته ما بازنده ای این ما منظور منافع ملی ایرانه این خودش یه شاهکاره از این نظر گفت شما در کنکور بری از قصی هم بخوای همه غلط جواب بدی اگه سوالات و جوابا رو ندونی هیچی نخونده باشی بالاخره چهار تا شانسی درست جواب میدی اینا چجوری انقدر آگاهانه همه پاسخهایی که میدن غلطه اینجا دیگه یک اعمال چیزی داره انجام میشه چون دیگه بحث احتمالات داره میاد بیرون اینا بسیار آگاهانه دارن ایران رو نابود میکنن و این تفکر کثیف شیعه صرفا ایران برباد بده هست برای همین من میگم لعنت بر این مرتی که علی امام اولشون و شاشیر هم تو حلق تشنه امام حسین اینا همیشه میگیم که یادمون نره حالا بفرمایید انجام میشه فعلا نوچه آمریکا داره می ما هم اروهای... به اصطلاح نیابتی مون دارن می‌جنگن اگه رژیم سکنستی تاسیسات نفتی یا مرکز هسته ایرانو بزنه به نظرتون واکنش ایران با چه صورت خواهد اون وقت دیمونا رو شما چند بارم مانور انجام دادی مانور انجام دادی رو ماکت دیمونا بعد دیمونا رو می‌زنی خب زدن دیمونا ما یه سری تجهیزاتی داریم که من دارم به شما میگم از هسته خیلی خب یه نکته که تو این مصاحبه بر من جالب بود شما خفه شید عزیزم یه نکته ای که برای من جالب بود آیه رستمی ابتدای این صحبت ها برمیگرده میگه که ما باید بریم به سمت اتمی بازدارندگی ایجاد بشه ولی در ادامه میگه ما یک سری تسلیحات نظامی سلاح نظامی داریم که از بمب اتم قوی تره خب معرفیش کنه ایزم که دیگه نیاز نباشه بمب اتم درست کنی اینقدر فشار روت باشه دیگه از یه ور میگی ما انقدر وضعمون خرابه باید اتم داشته باشیم بازدارندگی ایجاد بشه از یه ور میگیم ما سلاحی داریم قوی تر از اتمه که نمیتونم بگم خب این, این شوخی میکنی با ما اگه سلاحی داری که قوی تر از اتمه پس بعد بازو معرفیش کنی که بازدارندگی ایجاد کنی دیگه ولی برای بازدارندگی میگی باید بریم اتم داشته باشیم یعنی انقدر سلاحامون قوی نیست که بازدارندگی ایجاد کنه پس برای اون امر بازدارندگی ما نیاز به بمب اتم داریم اینو تو میگی بعد در این حال میگه البته سلاحایی داریم از اتم هم قوی تر و... ببین اینا وقتی که دروغ میگن وقتی که شیعه دیگه شیعه هست و دیگه چیه هست و حرف مف هزیانگویی وقتی که می... چون چیه صفر تا صدش هزیانگویی است وقتی که در امر سیاست هم هزیانگویی میکنه نمیفهمه که این حرفش حرف دیگه رو داره نقض میکنه از یه طرف تو میگی ما اینقدر سلاحمون قوی نیستش که بازدارندگی ایجاد کنی پس نیاز به بمب اتم داریم تا اینجا رو میفهمم بعد یه طرف میگی ما یه سلاحی داریم قوی تر از بمب اتم تو که الان بمب اتم برای چی میخوای برای ایجاد بازدارندگی بعد الان یه سلاحی قوی تر از بمب اتم خب اون رو کن. خری میکنند